مهمترین ویژگی که در پدر و مادر مؤثر در تربیت شخصیت خوب و مقاوم در بچه ها ویژگی صبره. صبر تلخه، میشه مثل چایی با شوک، میشه چای غم پهلو و خوشمزه میشه. اگر صبر با بدعنقی و بدحالی و افسردگی و شکوه و گله همراه باشه، نه تنها در بچه ها اثر مثبت نمیگذاره که اثر منفی هم باقی خواهد گذاشت. مادر یا پدر، به ویژه مادر چون اثر عاطفی بیشتری رو بچه داره، اگر شروع کنه پیش بچه ها گله کردن، حالا ممکنه خود اون رنج، خود اون گله برای مادر چیز زیاد مهمی نباشه، ولی اصلا کل جهان رو برای بچه تیر و تار میکنه. دیگه نمیشه اون بچه رو به این سادگی از این منفی نگری و سیاه بینی عالم درآورد بیرون. در روانشناسی هم خیلی تاکید شده برای این که مبادا مادر پیش بچه ها گله کنه، شکایت کنه، چند تا بیماری روحی در جا در بچه ها ایجاد میشه. چه بسا مادرانی که پیش بچه هاشون گله میکنن از یه چیزایی، دو ساعت بعد خود مادره یادش رفته، ولی تا 20 سال بعد بچه یادش نمیره. همیشه این ذهنیت ته ذهنش باقی میمونه، احساس ناامنی میکنه. پدران و مادران بعد از صبر یا همراه با صبر، چیزی که خیلی مهمه در رفتارشون به بچه ها منتقل بکنن، شکره. بچه ها خودشون نقطه ضعفای بابا و مامانو میفهمن. بابا ها مامانا درد دل نکن، این بچه خودش تیزه، میفهمه، امروز نفهمه فردا میفهمه. شما بابایی بگو مادرت گله، این بچه عالی میشه. اصلا فرق نمیکنه مادر کی باشه، بچه ها متوجه میشن که احیانا مثلا اخلاق بابا بده، میفهمن، امروز نفهمن فردا میفهمن. مامان بگه که باباتون گله، بچه چی میشه؟ وای، نه تنها تحمل سختی ها، بلکه بگه خدا رو شکر. این مهمترین موضوعی است که رو بچه تأثیر میگذاره.